إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی شبکه جهانی نور. باز هم دوشنبه شب شد و مهمون خونه های شما شدیم دوستان عزیز و گرامی، با موضوعی دیگر و مشکلی دیگر از مسائل اجتماعی. این هفته هم طبق روال هفته های قبل موضوعی رو برای شما عزیزان انتخاب کردیم که البته این هفته ادامه موضوع هفته قبل بود که موضوع اختلاط و یا بگم قاطی شدن زنان و مردان نامحرم در محیط‌های مختلف بود. برای اینکه بحث رو به اتمام برسونیم و یک نتیجه گیری کلی بکنیم، دعوت کردیم از استاد عزیز جناب استاد عبدالسلام ملایی که به هر حال زحمت کشیدن و تشریف آوردن به استودیو. در خدمتشون امشب خواهیم بود تا بحث رو به نتیجه برسونیم. استاد خیلی خوش اومدید برنامه، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه و بعد. عرض ادب دارم خدمت شما برادر عزیز بزرگوار آقای کریمی، یکایی که بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی نور، آرزوی سلامتی و توفیق سرافرازی برای همه شما و حفظ شخصیت اجتماعیتون، ناموس و شرفتون در پایبندی و تمسک به تعالیم والای دین اسلام. جزاکم الله خیرم، خیلی خوش اومدید استاد عزیز. ما هفته قبل استاد بحثی رو تحت عنوان اختلاط آغاز کردیم که تقریبا به یک سری نتایجی رسیدیم و اونم اینه که اختلاط محارم با همدیگر خب چون شرع اجازه داده مشکلی نداره، با توجه به حد و حدودی که شرع تعیین کرده. و بحث دیگه‌ای که داشتیم تحت عنوان ضرورت‌ها یا چیزایی که به هر حال مثل پزشک یا محیط‌های کار اجتماعی مثل دانشگاه و شغل‌های اداری و اینا که به هر حال اگر اختلاطی هم باشه اونم بنابر ضرورت باز مشکلی نداره، ولی اختلاطی که مد نظر ما بود در هفته قبل، اختلاط غیر محرم ها در محیط هایی که محدود بود و به هر حال کسی از اون محیط ها خبر نداشت و مخفیانه بود، این رو که شما فرمودید حرامه و احتمال زیاد داره که به کارهای به هر حال فتنه های دیگری هم بیانجامه. اما خب الان ما بحث دیگه ای هم داریم استاد در جامعه امروزی، چون در فضای مجازی محیط های دیگه هم فراهم شده که یک نوع اختلاط دیگه ای شکل میگیره. شاید در قدیم الایام مثلا دو نفر میرفتن در گوشه ای با هم حرف میزدن، اختلاطی میکردن در اتاق دربسته ای، ولی الان هر کسی میتونه در همون محیطی که نشسته، حتی احتمال داره پدرش کنارش باشه، مادرش کنارش باشه یا حتی همسرش کنارش باشه، ولی از طریق گوشی تلفن همراهش یا تبلتش خیلی راحت میتونه با یک فرد غریبه اختلاط کنه و یک سری حرفایی رو بزنه که هیچ کسی خبر نداشته باشه. ما امشب میخوایم در این مورد، در مورد اختلاط در فضای مجازی آیا خوبه بده و چه پیامدهایی میتونه برای جامعه و اجتماع داشته باشه حرف بزنیم. در خدمت شما. بسم الله. خیلی جالب. فضای مجازی در واقع منظورمون شاید به طور کلی این باشه، هر نوع ارتباط غیر حسی بین دو نفر که در یک جا وجود ندارند. ممکنه که از طریق تلفن و خدمات تلفنی مثل واتساپ، ویچت، نمیدونم اینستاگرام و امثال اونها و همچنین خدمات اینترنتی مثل فضاهای مسنجر و یاهو و الاخره که من خود جایی برای تبلیغات برای اینها باشه که البته هست، این یه چیز واقعیتیه و دنیا داره اون را لمس میکنه و بزرگ و کوچک از اون استفاده میکنن، بخصوص در کشورهایی که خدمات اینترنتی خیلی سریع و همگانی است. و اینجاست که این یکی از یک طرف یکی از فراورده های علمی و تکنولوژی جامعه بشری است که به نوعی میشه گفت در روند علم، روند تجارت، روند خدمات اجتماعی تونسته کمک بکنه، بخصوص اطلاع رسانی، پیام رسانی و در خیلی از پروژه های مفید برای جامعه مؤثر بوده و همچنین برعکسش میتونه که یک به صلاح سلاح برنده و کشنده برای
عفت، ناموس، شرف و خود انسانی کاربر باشه. بله. و لذا ما توصیه میکنیم که مسلمان انسانی است که خوب میتونه از موقعیت‌ها استفاده بکنه، از وسایلی که در اختیار داره، و به عبارت دقیق‌تر نعمت‌هایی که خداوند در اختیار بنده قرار داده، چون به هر حال زاییده عقل و ابتکار عمل خود بشر هست که خداوند می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، تکریم بنی آدم با عقل اوست. بله. که اون رو به اینجاها می‌رسونه. لترکبون طبقا ان طبق، شما همچنان در حال پیشرفت هستید. و در سوره بلد، و خداوند عزوجل دین و شریعتش را بر مبنای، همطور که در هفته قبل عرض کردم، بر مبنای حفظ مصالح و کنار گذاشتن یا درء مفاسد قرار داده، و هیچ تصوری نباید از احکام و شریعت اسلامی بر این مبنا باشد که خداوند عزوجل خواسته بر بندگانش سخت بگیرد. آنجا که سختگیری هست، نوعی عطوفت و رحمت الهی تجلی پیدا میکنه، دقیقا مثل لطف و رحمت پدر و مادر نسبت فرزندانی که هنوز به اون سن بلوغ نرسیدن و هنوز مصلحت خودشون را در کار بردن یا کار نبردن مثلا اون وسیله درست نمیدونن. چطور یک مثلا نوزاد کوچک با استفاده از کبریت، با استفاده از چارقو، با استفاده از آب جوش فورا مورد توبیخ، سرزنش و با ویلای پدر و مادر قرار میگیره؟ دقیقا به همون منظره، با اینکه اینها مفیده، با اینکه اینها جز ضرورت های زندگی است، ولی پدر و مادر در حراسند که مبادا این نوزاد با استفاده بد از این امکانات خودش رو نابود بکنه. ما میگیم که دین و شریعت اسلام دقیقا بر این اصول مبتنی هست. جایی که مسلمان ها و انسان ها را برحذر داشته از آن، به دلیل اینی که ممکنه ازش سوء استفاده بشه در بربرداری. خب استاد، علت این که الان همه مردم یه جورای گرایش پیدا کردن به این وسایل و این اپلیکیشن ها، فضای مجازی، چیه؟ یک نوع حس کنجکاویه، یک نوع نیازه، یا بگیم یک نوع ضرورت روزمره زندگیه؟ علتش چیه؟ همه اینها میتونه باشه استاد کریمی، همه اینها میتونه باشه، میتونه برای خیلی ها جز ضرورت های زندگی باشه، بخصوص اونهایی که خودشون در این فضای مجازی دارن چیکار میکنن، مشغول هستند، مثل من و شما و سایر همکارانمون که فضای مجازی برامون، همین تلویزیون خودش یک فضای مجازی هست، تلفن هایی که ما بعد این گذاشته میشه، ایمیل هایی که ممکنه از استفاده بشه، و امکانات دیگری که پشت صحنه این به صورت تلویزیون ممکنه که در خدمت بینندگان ما باشه، این پیش فضای مجازی. ولی من و شما و همکارانمون و سایر انسانهایی که در کار رسانه هستند، جزء ضرورتهای کارشونه فضای مجازی، ولذا باید با دقت به این وسیله استفاده بهینه بکنن تا اینکه خدای ناکرده در ورطه قرار نگیرن. و من در اینجا میخواستم داخل پرانتزی گوشزدی کوچیک به تمام بینندگان عزیز یا تمام کارمندان شبکه های دینی بدم، و اون این که خدای ناکرده در شبکه به صلاح دامه های انسان های شیاد یا گروه های شیاد قرار نگیرد. اونهایی که به بهانه های مختلف سعی میکنن برای شما دام پهن کنن تا اینکه از شما یک انسان بد، با اینکه دارید یک کار خوب انجام میدید، یک کار دعوی مفید دارید انجام میدید، از شما یک به اصطلاح سیره ذاتی یا یک سی وی به اصطلاح بد یا چهره نازیبا برای تخریب شما ارائه بدن به جامعه. اینجاست که من میگم که ممکنه برای خیلی ها جز ضرورت باشه. بله. ممکنه خیلی ها از باب کنجکاوی بخوان وارد قضیه بشن، بخصوص جوانان و نوجوانان. از خیلی ها شاید از باب تسلی باشه، زنان خانه‌دار، نمیدونم انسان‌های بیکار، خیلی از جوانانی که شاید بخواهن وقتشون رو با این فضا پر کنند، میرن داخل مثل اپلیکیشن‌های مختلف و با پیام‌های گوناگون سعی میکنن دوست پیدا کنند، ارتباط برقرار کنن با جامعه مثلا دور و غیر از تصورشون،
خیلی پیام ها دارید میاد برات میاد که من دوست دارم نمیدونم پیام شما را یا مثلا صفحه شما را در فیس مطالعه کردم خوشم اومده، من دوست دارم با شما ارتباط برقرار کنم، در حالی که ممکنه که دروغ بگه، ممکنه یه دام باشد و ممکنه هم راست بگه. ممکنه اینکه انسانی که مخاط از یک طرف کشور دنیا اومده اطلاعات جمع میکنه از کشور دیگه میخواد با اونجا آشنا بشه، اون مردم آداب رسومشون چطوری هست، چطور صحبت میکنن، چطور ازدواج میکنن و و الی آخری. ولی باید انسان بسیار حریص باشد در این زمینه، بحثا رو بیشتر باز خواهیم کرد. ولی این بعد بنابر این ممکنه که ضرورت باشه، ممکنه که از باب به اصطلاح تسلی باشه و ممکنه که از باب پر کردن فضای به اصطلاح کنجکاوی و زیاد کردن معلومات باشه. بله. استاد یه سوالی در واتساپ اومده بود تقریبا در همین مورد بود. بله. سوالم خاص برای شما بود، نوشته بودن اگر مختلط بودن زنان و مردان اشکال داره، چرا در طواف خانه کعبه مختلطن و خداوند این امر را جایز دانسته، پس میشه در جای دیگه هم مختلط بود؟ فضای معنوی مکه مکرمه و مسجد الحرام اونقدر مثلا روحانی هست، اونقدر ابهت خاص خودش رو داره که کسانی که مشرف به این فضا شدن احساس میکنن که در چه محیطی قرار دارن. من به حول الله و قوته چند بار مشرف شدم، هم به حج هم به عمره، و واقعا احساس انسان کاملا متفاوت هست، کاملا متفاوته. با اینکه در اون فضا با اون فضا زن مسلمان با محرمش هست، مستور هست، در حضور به اصطلاح نزدیک به مردان دیگر بخصوص در طواف حق ستر انداختن و صورتش رو داره، همچنان که در روایات اومده، و در حالی که اونجا هیچ نوع خلوتی هم صورت نمیگیره و هیچ نوع به اصطلاح گفتگو و همنشینی هم صورت نمیگیره، همه در حال طواف و ذکر و نیایش هستند در اون فضا. و اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده یک انسان که قلبی بیمار دارد در اونجا نیت سوئی بکنه، از نظر شرعی اون چیزی که نصوص شرعی نشون میدهد گناهش چندی برابره، همچنان که در اوقات مبارک ممکنه که گناه مضاعف بشه، در فضا و اماکن مقدس هم ممکنه چی بشه؟ گناه چندی برابر بشه. بله. خب دوستای عزیز و گرامی، دوستایی که میخوان در برنامه مشارکت داشته باشن، با شماره تلفن هایی که الان دوستان زیرنویس خواهند کرد میتونن تماس بگیرن و نظر خودشون رو در مورد اختلاط زنان و مردان نامحرم در فضای مجازی و خاصتاً چتروم ها یا بر حال اپلیکیشن هایی که زیاد هستن در فضای مجازی مثل ویچت و وایبر و واتساپ و تلگرام و خلاصه اقسام و انواع و اقسام این فضاهای مجازی که به وجود اومده، شما چقدر موافق این هستید و آیا شما خودتون راضی هستید که همسر شما، راضی هستید که دختر شما، یا فرض کنیم یک خانمی اجازه میده که همسرش در چنین گروه هایی بر حال حضور پیدا کنه و با افراد بیگانه حرف بزنه، اگر موافق هستید تماس بگیرید و بگید به چه دلایلی، و اگر هم مخالف هستید بیاید بگید و دلایل خودتون رو ارائه بدید. منتظر تماس های شما عزیزان از همکنون به بعد خواهیم بود. استاد خب اگر گروه های مجازی درست بشه مثل واتساپ که الان همه بر حال در ایران و در بر حال کل منطقه‌ای که ما خبر داریم همه استفاده میکنن، گروه های مختلط درست بشه میتونه چه پیامدهایی داشته باشه؟ حالا من نمیخوام فقط محدودش کنم بگم گروه دینی باشه، گروه دوستی باشه که زنان و مردان اونجا گروه اجتماعی، گروه اجتماعی باشه، گروه علمی، گروه ادبی. الان ما در یکی از پیام ها در یکی از کامنت ها اتفاقا من اگر بتونم پیدا کنم کامنتش رو، یکی از بینندگان کامنت گذاشته بودن و نوشته بودن ما یه گروهی داریم به اسم گروه محیط زیست ده. که زنان و مردان با هم قاطی هستن و به هر حال سر مسائل محیط زیست و اینا با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. گروه این چنینی شما چقدر موافقش هستید و به صورت کلی آیا شرع موافق چنین تجمعهایی در فضای مجازی هست یا نه؟ بسم الله. اولا این نوع ارتباط ممکن مصالحی درش باشد، منافعی درش هست، قطعا هم وجود داره، و یک نوع مفاسد هم هست. انسان مسلمان بین منافع و مفاسد سبک سنگین میکنه. بله. اولا زن مسلمان، از طرف زن مسلمان من اینو عرض بکنم، در قوانین شرعی، در تعالیم دینی ما
هر زن مسلمان در کارهای اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی اون باید کسب اجازه کنه از مرد. بله. از مردش. شما نگاه کنید، ما روایت داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی میاد و ازش اجازه میخواد که بره به حج. میگه خب مردت کجاست؟ میگه مردم در فلان گروه جهادی نوشته و عازم است به جهاد. پیامبر اون رو میخواد، شوهرش و شوهر این زن، شوهر این زن رو میگه برو با چی؟ با همسرت جهاد به حج. به حج. اون را از جهاد باز می‌دارد، جهادی که اسلام فرض کرده برای اعلای کلمت الله، برای برطرف کردن سلطه کفر از یک ملتی که فضیلت اون برای هیچ کس پیش شده نیست، ولی اون را چیکار می‌کنه؟ باز می‌دارد، میگه که برو با خانوادت به حج. این یک نمونه است، نمونه‌های زیاد داریم. زن مسلمان میخواد بیاد یه کاری انجام بده، بره مثلا به عمره، میخواد بره به حج، با شرط وجود محرم بهش اجازه داده میشه، به دلیل اینکه ممکنه در سفر هر نوع اتفاقی براش بیفته و هیچ کس نمیجونه جای شوهر را پر کنه. میخواد بره کار بکنه در محیطی که ضرورت داره، باید کسب اجازه بکنه، چون توزیع مسئولیت ها شده. همچنان که مرد مسلمان نانآور خانه است، باید بره کار بکنه، زحمت بکشه، تلاش بکنه، خانهش رو تأمین بکنه از نظر مالی، زن مسلمان وظیفه دارد که خانه را مدیریت بکنه. این خونه مدیریت میخواد، باید بچه ها رو تربیت کنه، باید بچه ها رو رعایتشون کنه از نظر خوراک، از نظر لباس، از نظر به اصطلاح نشست و برخاست و امثال اینها. خب یعنی استاد چیزی که من برداشت کردم اینه که اگر شوهرش اجازه بده مشکلی نداره. خب الان وقتی که زن مسلمان باید برای خارج شدن از خونه، برای کار کردن در جامعه، برای رفتن به عبادتی مثل حج و عمره، از شوهرش کسب اجازه بکند، به نظر شما یا به نظر بینندگان عزیز، برای مشارکت های اجتماعی در فضای مجازی نیاز به کسب اجازه نیست؟ بله، 100% باید اجازه. از باب اولا، چون در اونجا مخاطرش به مراتب بیشتره. درسته ممکنه که این خانم دکتر یا خانم مهندس یا نمیدونم خانم مثلا متخصص در محیط زیست یا در ادبیات فارسی یا در فلان گروه فرهنگی بتونه نوعی خدمت به جامعه یا همگروهاش بکنه، یک معلوماتی را در این گروه بذاره، ولی آیا مخاطره داره؟ بله مخاطره داره. به همون اندازه که مخاطره دارد باید با شوهرش مشورت بکند، و به نظر من الله اعلم اگر رأی گیری بشه، نظر سنجی بشه، اکثر شوهران غیور این اجازه را نمیدن که مرد زنانشون در گروه های اجتماعی مختلط ارتباط بکنن، برقرار بکنن و خودشون رو معرفی کنن. اگر هم اجازه بدن با نام مستعار که مشخص نشه زن هست یا مرد هست، و هیچ وقت هم خودش در جزئیات زندگیش مشخص نکنه. اگر بله به این نام و این نشانه با کسب اجازه شوهر، من چرا میگم این؟ چون حفظ شرف و ناموس خانوادگی و حفظ به اصطلاح مصالح خانواده اولویت دارد به منافع دیگر. اینکه مثلا فلان خانم مسلمان، بله، ما اصل را بر برائت ذمت میگیریم در بله اسلام، میگیم که تمام خواهران مسلمانمون انسانهای با عفت، انسانهای پاکدامن، انسانهای غیور و همچنین مردانمون این چنین هستن، شکی در این نیست، اصل اینه. حالا گرفتیم در یک فضای مجازی، در یک فضای مجازی خواهری بدون کسب اجازه شوهرش وارد یک گروه شد، گفت در این گروه اشکال نداره، یکی از همکاران، یکی از همکلاسی ها ما را دعوت کرده، خونده، یه خواهرم بوده، گفته شما هم بیا، میتونی اینجا معلومات خوب اضافه کنی. بعد معرفی کنه، جناب خانم دکتر فلانی مثلا مریم فلان با این گروه معرفی میکنم. خب ممکنه که مردان دیگه جستگان، خب این خانم دکتر چی کاره هست، اهل کجاست، چند سالشه، چند تا فرزند داره، نمیدونم فلان فلان تو این چیزا، و ممکنه هم که چی؟ ممکنه هیچ چیز مطرح نشه، ممکنه که برای هیچ جوابی به این مسائل داده نشه و بگه فقط من مشارکت میکنم، معلومات میذارم براتون درباره روانشناسی کودک، مثال میذارم. بله.
ولی اگر خدای نکرده یک لغزشی در این گروه به وجود بیاد، کسی ارتباطهای به اصطلاح خصوصی با این خواهرمون برقرار کنه و بعد به سستی روابط خانوادگی برقرار بیانجامد، بین این زن و شوهر اختلاف بیفته، منشأش از کجا بوده؟ از همین گروه بوده. ولی زمان میگیم یک قاعده خیلی زیبا در شرع حنیف اسلام وجود داره به نام سد ذریعه، ما ادى الى الحرام فهو حرام، همچنان که برعکسش است، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی هر چیزی که ذریعه حرام هست حرام میشه، هر چیزی که وسیله حرام هست حرام میشه، برعکسش هر چیزی که با اون نمیشه، بدون اون نمیشه واجبی رو انجام داد واجب میشه. پس بنابراین اینجا یک ذریعه است. ما خود مجالست یا کلام، سخن گفتن، همسخن شدن رو حرام نمیدونیم، ولی چون ممکن است این احتمالات که ما بعد آن به مجالست نگاه به اصطلاح نامشروع، خلوت های نامشروع و الاخری هم بیانجامد، اینها همه شده چی؟ از باب ذریعه، از باب اینکه ممکن است به حرام کشیده بشه. استاد اگه اجازه بفرمایید تماسی داریم. آقا کریم اولین بیننده ما هستن، اگر بفرمایید از کجا هستن. آقا کریم عزیز سلام دارم خدمتتون، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا کریم از ایران در خدمت شما هستیم. آقا کریم بفرمایید. خوش باشید. اولا که خیلی تشکر می‌کنم از اینکه به مسئله خیلی فرهنگی مهمی که واقعا معضل جهان امروزه ما هست شما می‌پردازید. همین مسئله اقتصاد هست، حالا هم در فضای واقعی اقتصاد متأسفانه وجود داره، هم در فضای مجازی. در حال همین فضای مجازی هم خیلی ممنون میشم. و از باب پیشنهاد هم عرض می‌کنم که به مسئله مسیحیت هم اگر بپردازید و نقد مسیحیت، الان در کنار اینها یک گرایش هم متاسفانه در بعضی از جوانان دیدی که به دین مسیحیت، اگر در باره نقد این رو هم برنامه بذارید من خیلی از شما ممنون میشم و واقعا هم نیاز هست مثل همین بحث فرهنگی که الان شما بهش پرداخت. خیلی ممنون و متشکر از شما آقا کریم عزیز از ایران. حتما پیشنهاد شما را به مسئولین شبکه خواهیم رسوند. ممنون از تماستون آقا کریم عزیز. بیننده بعدیمون، بله، آقا هیوا پشت خط هستن از کردستان عراق. آقا هیوا کسی هستن که خودشون همین قضیه رو به عنوان سوال مطرح کردن و هفته قبل به حال صدای خودشون رو فرستادن، الان هم تماس گرفتن و بر حال ببینیم ملاحظاتشون چی بوده و میخوان چی بگن در مورد هفته قبل و این هفته، بر حال آیا نکاتی رو دارن که بگن در مورد برنامه یا نه. آقا هیوا از کردستان عراق در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا هیوا عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی ممنونم از زحماتی که همه شما عزیزان در شبکه جهانی نور میکشید در روشنسازی و شفافیت سازی که برای ما اهل سنت و تمام مردم ایران انجام میدید. انشاءالله که از الله متعال اجرشو دریافت کنید. استاد ملایی عزیز هفته گذشته حدیث قشنگی رو مطرح کردن آقای کریمی، بله. اونم نماز جماعت مختلف زن و مرد بود که بله. بهترین مردها اونیه که صف اول باشه و بهترین زنها اون زنیه که آخرین صف باشه. خب بله. این در امر مهمی به مثل عبادت که فلسفه خلقت انسان رو الله متعال در قرآن اشاره کردن که به خاطر عبادت شما رو آفرینش کردم، در چنین امر مهمی که ستون دین هستش به ما امر میکنن که هر تا جایی که میتونیم از اختلاط و مختلط بودن نهی کنیم و دوری کنیم. خب بعد مسائل دیگری هم هستش که عرض کنم خدمت شما و استاد گرامی استاد ملایی که الان من مثلا بر فرض مثال من نشستم و مهمونی داریم. خب بله. مثلا آقای کریمی برای مهمونی تشریف میارن خونه ما، بله. چطوریه که خانم ایشون باید خانم من در یک کتاب جداگانه بنشینن؟ شرع و دین اینو به ما میگه، در حالی که
در گروه‌های مجازی که من اصلاً وجود ندارم، خب من اصلاً شایدم آگاهی نداشته باشم، خانمم بتونه با سری افرادی که نامحرم هستن مختلط باشن. در حالی که ما وقتی که استاد عزیز وقتی که میگیم مختلط، منظورمون اینه که یک سری مرد با یک سری زن باشن. مثلا یه گروه 30 نفره داریم، حداقل 10 نفره زنه، 20 نفرش هم مردن. خب اینی که شخص شخیصی مثل شما استاد ملایی آقای کریمی عزیز و بزرگ بنشینید و یک سری مسائل شرعی و دینی رو برای یک سری خانم که جمعاً و کلاً خانم هستن و به تنهایی شما نشسته باشید و توضیح بدید و سوالات ایشون رو جواب بدید، این اختلاط نیست، این رفع شبهات و رفع مسائل دینی. منظور از اختلاط زیاد بودن جمعه، اونم در گروه های مثل واتساپ یا تلگرام و از این جور گروه ها هستش که احتمال داره شخص ندونه و یا به نظر بنده در کنار این اختلاط ها وسوسه های شیطانی هم هستش که آدم چون حس کنجکاوی رو داره و همه ما این حس داریم، بالاخره یه روزی به ما این بر سر رو میزنه که برو ببین باهاش تو خصوصی پیغام ببین کیه کی نیست، عکسش رو برات بفرسته یا عکسش رو واسط عکس خودت رو واسطش بفرست. ممنون از تماست آقا هیوای عزیز، ممنون از تماستون، نکات بسیار جالب و زیبایی فرمودید، انشاءالله بتونید در برنامه‌های دیگه هم باز مشارکت داشته باشید. خدا یار و نگهدار. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بیننده بعدیمون آقا عبدالکریم عزیز از فکر کنم ایران باشه، در خدمت شما هستیم آقا عبدالکریم. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا از برنامه فرهنگی که گذاشتید من تشکر میکنم، خواهش میکنم که این برنامه فرهنگی رو زیاد کنید که مازالات فرهنگی در کشور ما خیلی زیاد. بله حتما. یه مسئله دیگه هم هست که متاسفانه کلیپی پخش شده در فضای مجازی که مهمان یکی از برنامه های شما آقای محمد سیدی از عربستان چون امارزی کرد. آقا عبدالکریم شما از ایران تماس میگیرید؟ بله من از ایران. خب من یه سوال از شما دارم، بحث ما در مورد اختلاط در مورد در فضای مجازیه، نظر خودتون رو در این مورد بفرمایید. بله من اولا که اختلاط در فضای مجازی متاسفانه بسیار زیاد شده، وسایل اعلامی مثل فیسبوک مثل توییتر و خیلی یک فضای باز رو قرار دادن برای ارتباطات دختر و پسر متاسفانه. من در کنار این مطلب خواستم. خب ممنون از تماستون آقا عبدالکریم عزیز، تماس شما رو شنیدیم و پیام شما رو گرفتیم چون فکر کنم میخواستید وارد یه سری بحثایی بشید که واقعا نمیدونستم چی بود، ولی خب حدس میزدم به کجا ختم میشد. آقای فلاح از ایران در خدمت شما هستیم. الو بفرمایید آقای فلاح، سلام دارم خدمتون، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا فلاح عزیز بفرمایید. بسیار به بحث خوبی پرداختیم که واقعا مطلبه هستنن تو جامعه ما. بله و تو رسانه ها چون فضای مجازی خیلی مجازی بحث فضای مجازی باید شما نه فضای مجازی یعنی چی؟ صداتون خیلی قطع و وصل میشه آقا فلاح، اگر بتونید تغییر مکان بدید فکر کنم بهتر بشه. الو بفرمایید. الان صدا بفرمایید آقا فلاح. بله من در مورد همین چیز گفتم در چه فضای مجازی و غیر مجازی شما در رسانه بگیرید در جاهای دیگر بگیرید در همه جا متاسفانه این وجود داره. بله و به این موارد هم اگر میپرداختین خیلی بهتر بود. مثلا نکته این که در مورد این بحث به اصطلاح مصداقی هم اشاره میکردین، یه مواردی هم مصداقی میکردین مثلا این هست کلیگویی مثلا نکنیم در این زمینه، این حتما خیلی بهتر بود. ممنون از تماستون آقا فلاح عزیز، حتما انشالله در ادامه بحث حتما بحث رو ریز میکنیم و نمونه هایی رو هم حتما ذکر خواهیم کرد. ممنون از تماستون. خب دوستای تا فرمان اگه تصویر لپتاپ بدن من پیام آقا محمد مبارکی رو بخونم. آقا محمد مبارکی ایشون تصویر لپتاپ بدن. بله من این مقدار بزرگترش هم بکنم برای بینندگان عزیز.
آقا محمد مبارکی برای ما نوشتن. ما یک گروه مجازی محیط زیست داریم، هم خواهران هستن هم آقایان. الحمدلله کارهای عملی از قبیل پاکسازی منطقه و هشدارهایی درباره صرفه‌جویی در آب انجام می شود. ممنون از دوست تفرمان. این همون پیامی بود که این دوست عزیزمون بر حال من خدمتون عرض کردم که گروه های اجتماعی مثل همینی که استاد ملایی هم بهشون اشاره داشتن. استاد ضمن این که دوست دارم نظر شما رو هم در مورد تماس بینندگان بدونم، بحثی که مطرح میشه بعضیا میان میگن این که شما میایید منع میکنید این که دختران و پسران در فضای مجازی با هم بحث کنن، گفتگو کنن، این یه جوری مبارزه است با آزادی های شخصی. نکنید. اگر که قصد اینه که ما از این فضای مجازی بهینه استفاده بکنیم، ما مخالف نیستیم. ولی بهینه استفاده کردن، خوب استفاده کردن به منزله اختلاط با اختلاط نیست. شما میتونید گروه های اجتماعی داشته باشید، تخصصی باشه، فقط دخترها با هم باشن، فقط خواهران با هم باشن، فقط زنان خانه‌دار با هم باشن. بله. همچنان که ما در فضای گروه های مجازی غالبا اون چیزی که تصور میشه همفکران و همسنفان با هم دیگه هستن و در اینجای میشه تفکیک کرد. یه گروه مجازی مثلا واتساپی 100 نفر جا میگیره، خب میشه در اینجا از زنان خانه‌دار دعوت کرد. چه لزومی داره که مردها وارد بشن، جوانها وارد بشن؟ من خیلی از گروه ها رو میشناسم، حتی برای خانواده های خودم توصیه بر این کردم که جوانها با جوانها، دختران با دختران، زنها با زنها، و این میتونه پربارتر باشه. چون این گروه و این صنف وقتی که همخوانی داشته باشه، حرف همدیگر رو کاملا میفهمن، انتقادهای همدیگر رو خوب میفهمن و لذا راحت میتونن چیکار کنن، فایده برسونن. برعکسش اگه گروه ها کاملا متفاوت باشه از صنف های مختلف، بهره بری از اون گروه اصلا به حد اقل میرسه. مگه ما نمیخوایم استفاده کنیم؟ استفاده اینه که شما تخصصی، من میگم فوق تخصصی کار کنید. شما مازل دارید درباره مثلا تربیت فرزندتون، بله، خب با زنانی همتیپ خودتون یه گروه تشکیل بدید که این مشکل رو دارن. 30 نفر 40 نفر از زنان خانه‌دار بچه دارن یا بچه رو دارن تربیت میکنن، نظر میخوام، یا اینکه به هر حال این با مشکلات مواجه شدن. یه گروه های آشپزی هست، خب زنهای خانه‌دار به غذاها، به پختن که انواع کیک، انواع آجیل، نمیدونم شیرینی و انواع سوپ و امثال اینا علاقمند هستن. برای همدیگه یک گروه آشپزی مخصوص میذارن و خدماتشون و تجربیاتشون و افکارشون رو هم میریزن و هر کدوم میتونن خدمت کنن به امن و امان خودشون، هم دوستان خودشون. خیلی مبارکه، خیلی خوبه. ولی ضرورت نداره که من مرد در این جمع باشم. چه ضرورتی داره؟ مثال میزنم، من با گروه خاص خودم که در نوعی کارهای فکری، کارهای به اصطلاح دعوی، کارهای خیری، مثال میزنم، کارهای مؤسساتی دارم کار میکنم، با اونها ارتباط برقرار میکنم تا اینکه از تجربیات، از حرفها، از اخبار اونها با اطلاع باشم. خب استاد، حالا مسائل دینی میتونه توجیهی باشه که گروه های، حالا چیزی که یا بگیم آقا هیوان فرمودن بحثشون این بود که مثلا اگر 2 نفر عالم در گروه باشن و پاسخگو باشن به دیگران، خب این برای رفع شبهات و اینا ایشون گفتن مشکلی نداره. ولی اگه گروهی باشن همشون در یک سطح باشن، مثلا همشون جوان باشن یا بگیم هم سن و سال باشن، خلاصه زن و مرد قاطی باشن و بخوان اطلاعات دینی رد و بدل کنن، شما موافق درست شدن این نوع گروه ها هستید؟ من موافق نیستم. چرا استاد؟ به این دلیل که غالبا این گروه ها وسوسه های شیطانی انسان رو وادار میکنه تا اینکه دنبال به انگیزه های شیطانیش پاسخ مثبت بده. من پیشنهاد میدم حتی به انگیزه آموزش قرآن کریم هم که باشه، که بالاترین علم هست، توصیه میکنم که هر کدوم در صنف خودش. ما امروز در دنیا اسلام کمبود نیرو نداریم. بله، به همون اندازه که علمای مرد داریم، اگر همون اندازه نباشن حداقل 10% 20% علمای زن هم داریم. دعوتگران مرد اگر داریم، دعوتگران زن هم هستن. هیچ توجیهی وجود نداره برای خواهر مسلمان که بیا در گروه قرار بگیره که مثلا سرگروش مثلا مرده. چه توجیهی وجود داره؟ ما الان صدها و هزاران مثلا گروه دینی داریم که سرگروشون زن هستن. من شخصا خودم چندین سال پیش در اولین روزهایی که واتساپ روی کار اومد،
یه گروه به نام، حالا اسمش نمیخوام بگم، بله، یه اسم مستعار، برای آموزش قرآن کردم، برای اینکه دوستان خودم رو تشویق کنم به قرآن خونی را اندازی کردم بین دوستانم. بعد فهمیدم که یه تعدادی از خواهرانم، یه تعدادی از خویشاوندان نزدیکم میخوان مشارکت کنم. گفتم خب اگه اینطوره، به فلان یکی از خویشاوندان گفتم شما برای جوانان، برای خواهران، نه جوانان فقط به اصطلاح تیپ خودتون، بله، جوانان پسر بودن، بله، گفتم برای خودتون رو اندازه کنید، سرگروه کنید و ببینید که این جوانان مشوره از اون روزی چقدر میتونن قرآن بخونن، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، براشون به اصطلاح کامنت بذار و از اونها بخواه که اینو بخونن، بعد اعلام بکنن، بعد تصحیح کنن امثال اینا. در زنهای خواستن مشارکت کنن، گفتم نه خیر، خودتون گروه رو اندازه کنید با این نام، میگم خود مشکل نیست، شماره یک، شماره دو، شماره سه بزنید و سبحان الله هر کدوم به طور خاص جداگانه کار خودشون رو ادامه دادن. خیلی موفق بود و هنوزم ادامه داره. من پیشنهادم بر اینه که اگر گروه های دینی به قصد آموزش فقه، آموزش تفسیر، آموزش به اصطلاح سیرت یا هر به اصطلاح کار گروهی، فکری، فرهنگی، علمی میخواد صورت بگیره، این سرپرستی، سرگروهی که هست از همون تیپ خودشون انتخاب بشه. و کسی که خدای نکرده، یا کنید ما متهم نمی کنیم، میگیم اصل را به براءت می گیریم، کسی را به عینه متهم نمی کنیم، ولی شیطان در کمینگاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم من العروق. و اینو چه زمانی فرمود؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد نبی، مسجد خودشون، به اعتکاف نشسته بود در یک شبهای رمضان. صفیه یکی از همسران پیامبر است، بنت حیی ابن اخطب که میدونید یکی از بزرگان یهود بود، بعد مسلمان شد و پیامبر صلی الله علیه و آله رو به همسری خودش در آورد. زن وجی، شریف، نامدار، همسر پیامبر بود. اومده بود در شب با پیامبر مشورتی داشت بعد از مغرب، بعد از عشا، و پیامبر خواست اون رو به خونش برسونه. در خب اون زمان که برق نبود، بله، امکانات روشنایی هم وجود نداشت، در تاریکی شب با هم حرکت میکردن تا اینکه به خانهش برسونه. یکی از مردان انصار از اون کوچه عبور میکرد، تا پیامبر را دید که با یک زن هست، سریع حرکت کرد، گفت پیامبر خجالت نکشه، گفت الا رسلک، عجله نکن، این همسرم فلانیه. گفت یا رسول الله، یعنی ما درباره شما شک میکنیم؟ گفت نه خیر، ولی چی؟ شیطان در پوست انسان مثل خون در جریان رگه. ممکنه خدای ناکرده یه چیز انگیزه، یک به اصطلاح شبهه‌ای برات ایجاد بشه. ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم من العروق. انسان باید دفع شبهه بکنه، نه اینکه بگه من که پاکدامن هستم، همه منو میشناسن، درسته من پاکدامن هستم، ولی وقتی در جایی که جای شبهه هست پا گذاشتم، مردم حق دارن که درباره من قضاوت دیگر بکنن. بله درست استاد. خب یک بحثی پیش میاد، الان بعضی از خانواده ها هستن، بعضی از آقایون هستن به قول معروف غیرت دینی دارن، خلاصه خیلی در مقابل این چیزا مقاومت میکنن، نمیذارن همسرشون یا همسرانشون وارد این گروه ها بشه یا دخترانشون نمیذارن وارد این گروه ها بشه، ولی از این طرف خودشون وارد این گروه ها هستن، یعنی در این گروه ها هستن، در گروه های مختلف هستن. من دوست دارم فقط اینجا یعنی انگشت اشارمون به طرف خانم ها نباشه که فقط خانم ها حق ندارن وارد این گروه ها بشن، از اون طرف هم بیایم از این دیدگاه قضیه رو بررسی کنیم، مردام حق ندارن، بر حال زنام حق دارن که به شوهرانشون گیر بدن که اونها هم حق ندارن وارد چنین گروه هایی بشن. 100% قضیه کاملا منصفانه هست، یعنی به نظر بنده همطور که شما فرمودید قضیه باید شفاف باشه. در اینجا قضیه مرد سالاری نیست که بخواد از زور مدیریتش استفاده کنه، همسرش، بچهش، دخترش، فرزندش رو من بکنه اما خودش بشینه چیکار کنه؟ وارد این گروه بشه و چت بکنه. نخیر، ما میگیم همطور که خودت از این امکانات استفاده میکنی بذار همه استفاده کنن به طور یکسان، منعشون نکنی، چون من کردن آثار بدتری داره. درست. این غیرتی میشه به قول معروف میره از فضای استفاده میکنه و از امکانات استفاده میکنه که عاقبتش خیلی بسیار بده. بذار شفاف باشن، همه استفاده کنن ولی به اندازه معقول.
مانع از عبادتش. این راهکارهایی هست که بعد در نهایت انشاءالله ارائه خواهم داد. و میخوام بگم که بعضی وقتها واقعا انسان ناراحت میشه در یک مجلس، در یک محیط، در یک به اصطلاح موقعیت انتظار چت کردن از دیگری نداره، ولی کاملا میبینی که بی‌توجه هست و داره مشغول کار خودشه. ولی ما میگیم که پدر خوب یا راهنمای خوب، مربی خوبیست، میاد روشنگری میکنه، میگه که خیلی راحت این موبایلتون رو شما دارید به اصطلاح در گروه هایی هستید، خب اگر هستید دخترم، پسرم، عزیزم، این باید سعی کنید که با هم نوعان خودتون باشید، کامنت هایی بذارید که مفید باشه، خودتون رو سبک نکنید در فضای مجازی، وزن خودتون رو به خاطر فقط به خنده آوردن یا جوک درست کردن در گروه ها کم نکنید، چیزی بذارید که مردم وقتی که دو روز نرفتید داخل اون محیط احساسه چیکار کنن، یه فضای خالی کنن ازتون، نه اینکه بیا بابا چی همیشه داره فقط چیکار میکنه، فوروارد میکنه برامون دوباره از جاهای دیگه گرفته و میفرسته مطالب بسیار طولانی بی ارزش. پس بنابراین من توصیه‌ام اینه که یک مربی خوب، یک پدر خوب میتونه با شفاف‌سازی، با توصیه‌های خوب میتونه راهنمای خوبی برای خانواده‌اش و بچه‌اش داشته باشه. بله. خب دوستان اتاق فرمان اگر لطف کنن تماس ها هم اگر وصل کنن از این به بعد و تصویر لپتاپم بدن من کامنت یکی از دوستانم بخونم. آقا احمد عزیز اگر تصویر لپتاپو بدن، آقا احمد برای ما نوشتن اختلاط در فضای مجازی برای خب لپتاپو یه مقداری بکنم مشکلش حل شده باشه. آقا احمد برای ما نوشتن اختلاط در فضای مجازی برای سنین زیر 23 سال که احساسات انسان از عقلش خیلی بیشتره کاملا خطرناکه و امکان لغزش زیاده حتی اگر به قصد خیر هم باشه. فکر کنم نشد تصویر لپتاپ بدن، مشکلی نیست، این کامنت آقا احمد بود. ایشون معتقدن که برای سنین زیر 23 سال بر حال مجاز نیست چون احساساتی برخورد میکنن. اینجا بحث سن پیش میاد استاد، چقدر این قضیه ربطی به سن و سال داره و اگر فرض کنیم حالا طبق فرمایش ایشون است 23 سال بیشتر باشه مشکلی داره یا نه؟ البته قبل از اینکه جواب بدی تماس بیننده رو بگیریم. آقا عبدالوکیل از افغانستان در خدمت شما هستیم. آقا عبدالوکیل عزیز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا عبدالوکیل در خدمت شما هستیم بفرمایید. استاد کریمی بفرمایید. بله صدای شما رو داریم. ما یه پیام داریم. بفرمایید. میگم ما میخوام که پیام ما به تمام مسلمانای جهان برسونی. بفرمایید. ما شبکای شما، شبکای مثل شما، شبکای نور، شبکه وصال حق، شبکه توحید، بله، شبکه کلمه، بله. شما مثل چهار تا دانشگاه اسلامی برای ما خونه ها زحمت میکشید. من برای شما شب و روز دعا میکنیم خدا به شما خیر و سلامتی بده و پیام ما به تمام مسلمان های جهان برسونی که مسلمان های جهان بیدار باشد. در کشورهای اسلامی که جنگ پیلان شدت گرفته است، امریکا، انگلیس، ایران، روافض، همه مسلمان های اهل سنت از این واقعی که در اسلام اتفاق افتاده است با خبر کنید و پیام ما همیشه در شبکه نور پخش کنید. ما همیشه شما را دوست داریم. شما استادانی هستی که برای ما شب و روز داری زحمت میکشی. خدا به شما خیر و سلامتی بده. خدا به شما برکت بده. شما برای ما شب و روز زحمت میکشی. شما استادانی هستی که برای تمام افغانستان مثلا شما بیداری بده که مردم افغانستان از این جنگ بدبختی نجات پیدا کنه. انشاءالله. کسانی که در افغانستان این انتحاری و دربدری درست میکنه برای اینا پیام بده که از این دربدری و بدبختی دست بکشه افغانستان.
از دربدری و جنگ و بدبختی نجات پیدا کنه. السلام علیکم. ان شاء الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا عبدالوکیل عزیز، آرزوی همه مسلمانان بر حال وحدت و یک پارچگی ملت غیور افغانستان و امیدواریم که دستان بیگانه در هر کشور اسلامی قطع بشه از هر طرفی که باشه. ممنون از تماستون آقا عبدالوکیل عزیز. استاد مولای، خوب در خدمت شما هستیم در مورد سن و سال و این پیام آقا احمد. آقا احمد رو نمیدونم تخصصون چیه و از کجا این رقم رو، این سن رو معیار قرار داده. بنده فکر میکنم که اونچه که معیار هست تقوا و رشد عقلی شخصه. اگر که زمینه فکری و تربیتی شخص و همچنین رشد عقلیش اجازه بده، استفاده کردن بسیار وسیله خوبی است. دقیقا مثل یک تیرانداز ماهر میمونه که از سلاحش داره خوب استفاده میکنه برای شکار. اما اگر که یک انسان ناشی باشد، ممکنه نشانه را به خود بزند. دقیقا. پس بنابراین من معیار را در اینجا به چی میدونم؟ معیار را کاردانی میدونم و این کاردانی دو معیار داره، یعنی دو شاخه داره، یکیش تقوای الهی است و یکی رشد عقلیه. انسان عاقل ولی اون که اگر یعنی دین نداشته باشه اما عقل داره، از این سلاح برنده خودش رو نمیکشه. خب تماسی داریم، ببخشید تماس بگیریم. آقا جلیل از ایران در خدمت شما هستیم. آقا جلیل سلام عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا جلیل در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بنواشید میگم و از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر از شما، بفرمایید. بعد همین مسئله فضای مجازی شما مطرح کردید، اختلاطش یک بحث هست، مسائل دیگه ای هم هست. مثلا من مثال میدارم، مثلا در فضای مجازی ما داشتیم که مثلا آماری پخش شده، حالا در روزنامه ای گفته شده یا در جایی، بله، اون رو گرفتن و به صورت گسترده مثلا پخش کردن، متاسفانه یعنی شایعه پراکنی کردن. بله، شایعه پراکنی در فضای مجازی. همین اخیراً گفتن که آقا یک آمار بالایی از ناموس فروشی در ایران مثلا ارائه دادن. بله. که حتی بعضی از شبکه ها اون رو تکرار کردن. من خواهش میکنم به این مطلب هم بپردازید. اصلا به نظر شما درست هست مثلا یک کسی بیاد مثلا بخشی از ملت ایران رو به بحث ناموس فروشی متهم بکنه؟ والا آقا جلیل، موضوع جالبیه این قضیه. واقعا جا داره. البته متاسفانه سوء استفاده های از همین قضیه هم شده، متاسفانه از همین قضیه سوء استفاده های شده. حالا بحث گسترده ای نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خب چیزی که مد نظر شما بود همین قضیه شایع پراکنیه. واقعا هم اینم یکی از معضلاته. فرض کنیم خبر دروغی پخش میشه، یکی تراوشات ذهنی خودش رو میاد مینویسه به صورت پیامی، بعد اینو پخش میکنه بین گروه های واتساپی و خلاصه در فضای مجازی پخش میکنه و احتمال داره خیلی مشکلات عدیده ای هم برای جامعه و حتی خیلی از خانواده ها پیش بیاره. یا فرض کنیم میان با فتوشاپ هر کاری که میتونن انجام بدن، عکسی از یک شخصیتی رو در حالتی قرار میدن، همینطوری که برای خیلی از علمای بزرگ اسلام این کار رو انجام دادن در حال حاضر، مثلا عکسشون رو آوردن دستکاری کردن، فرض کنیم با یک خانومی، اینو کنار یک خانومی گذاشتن، بعد اومده اینو پخش کردن به عنوان یک دروغ، به عنوان یک شایعه. از این چیزا متاسفانه خیلی زیاده، ولی بحث خوبیه. در کل شایع پراکنی انشالله بتونیم همین امشب به این بحث هم بپردازیم، شایع پراکنی در فضای مجازی. ممنون از تماستون آقا جلیل عزیز. اگر نکته مطلب شما الان گفتید، همین من به عنوان نمونه عرض کردم، مثلا آمده گفته که آقا به خاطر فقر یک بخشی از ملت ایران مجبور به این عمل زش انجام بده، مثلا ناموس فروش کرده. این مسئله بسیار زشت است، ولی متاسفانه گسترده پخش شده تا جایی که مثلا من امروز همین حرف رو از آقای خوشابی در شبکه کلمه هم شنیدم. خب آقا جلیل، خب حالا اگه قضیه اینجوری شد، اگر اینترنت در دسترس دارید همین الان یه سرچی بکنید، خب در اینترنت مستندسازهای ایرانی
سنی هم نیستن، وهابی هم نیستن، از عربستان هم پول نگرفتن، تو خود تهران هستن، مستندسازن، شیعه هستن، دوازده امامی هستن، احتمالاً ولایت فقیه هم قبول داشته باشن، مستندهایی درست کردن در مورد ناموس فروشی، در مورد اینکه خانمایی هستن خودشون میان حرف میزنن به خاطر اینکه نون شب ندارن، از خیر و برکت حکومت ایران ناموس خودشون رو فروختن. این واقعیتی اگر شما سرچ ساده ای بکنید این مستندات خیلی به وفور زیاده. ممنون از تماستون آقا جلیل عزیز. خب اگر تماسی نداریم فعلا تماس ها رو ممنون تماس ها رو نگیرید فعلا. استاد در خدمت شما هستیم، ببخشید بحث سن اگر به اتمام رسیده عرض کردم، من تمام کردم. موضوع اینه که در معیار سنی فکر کنم اون چیزی که در دخول در فضای مجازی همطور گفتم مهارت لازمه و این مهارت یکی تقواست و دیگری ربطی به سن و سال و این چیزا فکر نمی کنم. حالا ممکنه تا یه حدی این سنی که ایشون مطرح کرده ربطی به تقوا یا رشد فکری هم داشته باشه. بله استاد، بحثی که من یکی از مقالاتی که میخوندم در مورد سوء استفاده در فضای مجازی با اکانت های جعلیه. بله. مثلا به اسم یک شخصیتی میان فرض کنیم عکس فلان شخصیت، حالا هر کسی باشه، یک شخصیت درست. علمی باشه، دینی باشه، درست. ورزشی باشه، میان به اسم اون یک اکانت درست میکنن و سوء استفاده های خیلی زیادی هم کردن. حتی یعنی آمارایی بود، البته چون واقعا به آمارهای ایران زیاد نمیشه اعتماد کرد، آمارهای خیلی عجیب و غریبی هم داده بودن که چقدر اخاذی کردن به اسم فضای مجازی. مثلا فلان بازیکن یا بازیگر سینما ایرانه، اکانت شخصیشه، بعد اومده مثلا از یه دختری باش حرف زده و فلان، بعد اومده اینا رو پخش کرده و اخاذی کرده. آقا جلیل پیشنهاد دادن ما هم به سهم خودمون به واحد برنامه ریزی شبکه موضوع را ارائه بدیم ایشالا. بله ایشالا، تا اینکه در این مورد یک برنامه مستند، برنامه مثلا زنده خوب ایشالا ارائه بشه از شبکه ایشالا. استاد سوال دیگه که مطرح شده بود اینه که بحث چت کردن برای افراد متأهل، آیا متأهل و مجرد بودن هیچ تأثیری در این قضیه نداره؟ من عرض کردم که اگر قضیه بحث جستجو هدفمند باشه، در هدفمند بودن مبرر و دلیل بهانه وجود داره. بله. اگر انسان بی هدف یا از روی فضولی یا از روی به اصطلاح جستجوی شیطانی بخواد قضیه را پیگیری بکنه، مسلماً که خودش را در ورطه‌ای داره قرار میده که هر لحظه ممکنش که پاش به منجلاب گیر کنه. بلذا قرآن کریم خیلی سریع و شفاف فرموده است یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اما یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. گام های شیطان را پیروی نکنید ای اهل ایمان، گام های شیطان را پیروی نکنید. چرا؟ فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، چون شیطان همیشه انسان را به منکرات و به فحشا یعنی گناهان کبیره چیکار میکنه؟ دعوت میکنه. بله. انسان مسلمان انسانی است که همیشه بر حذره و به تعبیر امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه معنای واقعی تقوا اینه که همیشه احساس بکنه در زمینی خارستان داره را میره که باید لباسش رو کاملا بر حذر داشته باشه که به خار گیر نکنه. در دنیای مجازی امروز پر از خاره، پر از خار، دامهای گسترده شده، بیشیوهای مختلف. من نمیخوام اینجا یعنی فضایی باشه برای تبلیغات. شما بعضی وقتا میبینید حتی با تلفن مسیج برات میاد، میگه من فقط منتظر شما هستم. شما کی هستید؟ یک شماره گمنام فقط میخواد اخاذی بکنه. بله. از موبایل شما میخواد اخاذی بکنه، میخواد پول موبایلتون رو بکشه، میخواد وقت شما رو خراب بکنه و ممکنه پشت صحنه میخواد از شما صدایی رو ضبط کنه، در حالی که شما این شماره رو اصلا در عمرتون ندیدید و نمیشناسید. همین پیام ممکنه برای صدها نفر و هزاران نفر رفته باشه. دروغ در حد اعلای خودش، یک انسانی که یه ذره فقط کمتر از یه دقیقه وقت بذاره فکر بکنه روی این پیام، میفهمد که این یک انسان شیاد، یک انسان کذاب، یک انسان به اصطلاح هیلگر نشسته که سراپا شیطانه، دامی پهن کرده، زیبنده و فریبنده که بخواد چیکار کنه؟ مردم را به گناه آلوده کنه.
من توصیه میدم هر کسی همچه پیامای دی بی استغفر الله العظیم لا حول ولا قوة الا در جا دیلیتش کنید، فضا برای هیچ نوع کنجکاوی برای این مسائل نذارید، هیچ فضایی، حتی برای چند لحظه نذارید که این پیام ها در موبایلتون باقی بمونه تا خدای نکرده که یکم سرشوی دوباره وسواس بشید ببینیم کی هست پشت خط. بالاخره یه شیطانه، هیچ کس نیست. این نمیگم حداقل چیزی که ما امروز ما داریم. استاد بعضی از خواهران هستن خب فیسبوک دارن، بله، بعد براشون پیام های دوستی میاد که نمیدونن این زن مرد، یا احتمال داره اصلا مرد باشه خودش اونجا زن معرفی کرده باشه ولی به صورت کلی نمیشناسه طرفو، براش پیام دوستی میاد، نظر شما چیه؟ آیا باید این پیام دوستی ها رو قبول کنه؟ اصلا خوبه زنا برن تو فیسبوک یا نه؟ نیا کنید، نمیشه زن رو من کرد، ولی من پیشنهاد میدم زنها با گروه خودشون ارتباط برقرار کنن. اگر باید بشناسن. حالا من شخصا چطور برخورد میکنم با این قضیه؟ من یکی از کسانی هستم یه صفحه رسمی دارم. بله. ولی هر پیامی رو قبول نمیکنم. میرم صفحه رو باز میکنم. شما پیام فرستادید؟ پیشنهاد من اینه. بله. یعنی من نمیدونم، شاید تخصص متخصص تر از من به شیوه های دیگه بخوان برخورد کنن. من به عنوان یک مثلا شخصی که در فیس حضور دارم، بر از گاهی پیام میذارم، هر از گاهی اطلاع رسانی میکنم، هر از گاهی برنامه رو میذارم امثال اینها. این تو بخواه میکنم، برام یک دعوت اومد از یک شخصی، پیام دوستی اومد، فورا به صلاح قبول نمی کنم. قبول نمی کنم، میرم صفحش رو باز میکنم، این شخص کیه؟ چه نوع پیام هایی تو صفحش گذاشته؟ حاوی این صفحه ایشون حاوی چه پیامی؟ غالبا چه چیزهایی رو برای دوستاش میفرسته؟ اگه دیدید یک انسان مفید هست، برام مهم نیست که اسلامی یا غیر اسلامی باشه، اینم خیلی مهم نیست، برام اینه که یک انسان باشه، به خودش حرمت قائل بشه، حداقل احترام خودش رو به جا بیاره. چون صفحه نماینده شماست. اون شخصی که میاد صفحه شما رو باز میکنه از شما رو ندیده، ممکن شما در عمرن هم ندیده، ولی از صفحه شما یک به اصطلاح یک چهره، یک تصویری از شما ارائه میده، میگه بله آقای کریمی که تو این صفحه اینجا، پس حاوی حامل یک فکر، یک اندیشه، یک به اصطلاح دعوت، یک هم‌مقامی است که اومده این پیامش رو تو صفحش گذاشته تا دیگران استفاده بکنن. حالا اگه نفری باشه فقط بخواد کلیپ بذاره، ویدیو بذاره، نکات خنده‌آور بذاره، نمیدونم جوک بذاره، هر چیز هر جا دید بذاره تو صفحش، مسلمه هم چیزی قابل قبول نیست برای بنده. حالا دیگران شاید بپسندن، بحث جداست، ولی بحث اینجاست که من پیشنهاد میدم صفحه طرفی که برای پیام دوستی فرستاده باز کنید، برید ببینید چی چیز هست مفیده، اضافهش کنید، مفید نیست از این معذرت خواهی کنید. قبول نمی کنید؟ قبول نمی کنید. بله. خب من چند تا از کامنت دوستان رو بخونم، اگر دوستان بتونن تصویر لپتاپ رو نشون بدن که خیلی خوب میشه، اگر نتونن خب مشکل نیست، من کامنت ها رو دارم اینجا. خانم ریان برای ما نوشتن این نظر به نیت دو طرف برمیگردد، اگر نیت خداپسندانه و فی سبیل الله باشد، یعنی مطالب دینی عقیدتی رد و بدل شود بد نیست، ولی متاسفانه آدمای گرگ صفتی هستن که تو لباس دین هم میتونن دام خود را پهن کنن و باید هوشیار بود. بعد آقا قاسم رسا برای ما نوشتن من فکر میکنم هر فرد اگر در خانواده‌ای که با اصول دینی ملبس و تربیه شده باشد خیلی خوب میداند که در فضای بیرون از خانواده و حتی در فضای مجازی چه قسم رفتار کند. آقا علی رضای عزیزم نوشتن همین چند مدت پیش در یک شبکه تلویزیونی یک خانم بیهجاب از یک خواننده پرسید ملاک شما برای انتخاب همسر چیه؟ خوشم اومد جلوی اون زن بیهجاب، گفت خانمی که میخوام بگیرم حتما باید محجبه باشد. پرسید دیگه چه خصوصیاتی داشته باشد؟ جواب داد از فضای مجازی باید دور باشه. جالب این پیامشون. بعد در ادامه نوشتن وقتی یک خواننده دوست نداره ناموسش در فضای مجازی باشه، من و شما دیگه چطوری راضی بشیم؟ بعد نوشتن من کاملا مخالف هستم، با اینکه دخترها در فضای مجازی برای سرگرمی
باشن. کامنت های زیادی گذاشتن، دوستان میتونن به برحال پیج روزنه یا در صفحه شبکه جهانی نور هم هست مراجعه کنن و کامنت ها رو دنبال کنن. استاد تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده، دوست دارم بحث رو جمع‌بندی کنیم و به یک نتیجه کلی برسیم و برحال نتیجه گیری رو انشاءالله بفرمایید. پیشنهاد بنده در ابتدا اینه که هر انسان مسلمانی که بخواد از این وسیله دولبه استفاده بکنه، تقوا را مد نظر قرار بده، احساس بکنه که در اونجا هم خدا حاضر و ناظر هست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یادش باشه که همیشه خداوند حاضر و ناظر بر کارهاش هست، ولو این که در شدیدترین حالت ها با خودش خلوت بکنه، تقوا الهی را رعایت بکنه. این اولین توصیه است. ثانیاً آبرو و حیثیت خانوادگی خودش رو همیشه مد نظر قرار بده، در قبل از این که از این صفحه مطلب جابجا بکنه یا مطلبی را بذاره یا بخواد استفاده بکنه، بدونه که چیزی که باعث آبروریزی و حیثیت خانوادگی خودش و خانوادش میشه دست به اون نبره، حیا و شرمش رو معیار و ملاک قرار بده برای وارد شدن به این فضای مجازی. ثالثاً با کمی فکر و تأمل ببینه چقدر میتونه از این فضای مجازی خوب استفاده بکنه، به همون اندازه براش وقت بگذاره، به همون اندازه بیشتر از اون وقت خودش را در این فضا هدر نده. اگر که شما میدونید در واتساپ در روزی 20 دقیقه میتونید مفید کار کنید و بهره ببرید، بیشتر از این بازش نکنید. لزومی نداره اولین صبح بشینید کامنت های بسیار دوستانتون رو بخونید، قبل از نماز صبح اول باید. آره. یا اینکه قبل از اینکه لباس تو بشوری، قبل از اینکه لباس تو بپوشی، قبل از اینکه سر کارت بری، قبل از اینکه غذا تو صبحانه تو بخوری. خیلی دوستان نشستن فقط کامنت های دیشب، که بعضی از دوستان شما ممکن تا 2-3 شب نخوابیده و بیکار بوده اومده هی مطالب نوشته و فرستاده، اونها رو بخواد بخونه. اینا رو بذار در وقت فراغت، یک رست تایمی برای خودت تعیین بکن، در اون وقت فراغتت و استراحتت اون زمان بشین اینها رو مطالعه کن. نه اینکه هر وقت و نیم وقت تو رانندگی، نمیدونم سر سفره غذا، سر کار، سر جلسه، حتی نشسته خانوادگی، متاسفانه ما دیدیم که وقتها رو داره تلف میکنه با این فضاها. واقعا زشت زننده است. انسان مسلمان اینطور هرزه نیست. من میگم که وقت مشخص کن برای خودت، وقت خودت رو محترم بشمار، نیم ساعت در روز حالا بخواد هر وقت مناسبی باشه، و اگر میخواد که باز باشه تا اینکه پیام های مهم هر لحظه برات برسه و از تلفن به جای تلفن به اصطلاح استفاده بکنی، به عنوان اینکه ارزان و یا مجانی بله. هست، ارزان که نیست، برای شما در دست فضای اینترنتی استفاده میکنی. بله. حداقل به همه کامنت هایی که برات میاد، همه ارسالی هایی که برات میاد توجه نکن. اون چیزی که میفهمی از یک شخص برات مهمه، اونو باز کن و مطالعه بکن. یه مسئله دیگر این که به هر شخصی که پیام داد از باب تحقق فورا فورواردش نکن. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. برادران آقا جلیل قضیه محق است. من بهش حق میدم که انسان مسلمان هر چیزی براش رسید مسلم قرارداد نکنه که فورا برای دوستانش فوروارد بکنه، تحقیق کنه اول تحقیق کنه صحت داره. اگر خودش در مطالب دینی هست از یکی که از عالم تر هست کمک بگیره. ممکن این حدیثی که داره فوروارد میکنه حدیث ضعیفی است، این حدیث نیست. بله. ممکن این که تفسیر که از آیه نوشته تفسیر غلطی است، برداشت غلطی. ممکن این مطلب تاریخی که داره فوروارد میکنه مطلبی اصلا ساختگی است، افسانه است. پس بنابراین از خودش عالم تر بفرسته و از اون توضیح بخواد آیه این مطلب درسته. اگر هست اون وقت از باب نشر خیر توضیح بکنه و پخش کنه برای دوستانی که دوستش داره. و در فضاهایی که پیامهایی از دوستانی که مشکوک به نظر میرسه، یا ارتباط حالا باشون نداشته، یا احساس میکنه که ارتباط با آنها خطرناکه، ولی اون که
همجنس خودش باشه، پسر پسره، دختر دختر هست، بله، ولی ممکنه این شخص از خانواده باشه که منو به فساد بکشه با کارش. الان یه پیام کوچیک میفرسته، یک ترانه میفرسته، ولی ممکنه بعد چند وقت دیگه فیلم سکس بفرسته، بله. بعد یه مدت دیگه ممکنه یه کارهای دیگه طلب بکنه و منو با خودش به جاهایی بکشه که نباید برم. پس بنابراین انسان موقعیت اجتماعی خودش در نظر میگیره. من پسر یا دختر یه خانواده سرشناس هستم، به خودم نباید اجازه بدم که با هر انسانی در جامعه ارتباط برقرار کنم. چی کار بده؟ درسته ممکنه که در اول پیام دوستی بده، بار دوم یه مطلب دیگه بده. پس بنابراین من موقعیت خودم را باید بسنجم، همونطور که حاضر نمیشم دعوت هر انسانی را بپذیرم به خونه هر کسی قدم بذارم. فرق نمیکنه، اینجا خونه است، اینجا خانه فکری است. من نباید اجازه بدم که هر کسی بخواد از من سوء استفاده کنه. توصیه من به دوستان، به جوانان، به برادران در فضای مجازی، خواهران فرق نمیکنه، به مادران، به خواهران و مادران میگم، بخصوص صنف به اصطلاح خواهران و مادران میگم که اعتبار شخصیتی خانوادگی خودتون را معیار قرار بدید. با هر شخصی اعتباط برقرار نکنید، علل خصوص اگر که جنس مخالف هستن. سعی کنید با کسی باشید که مستوای فکریشون، مستوای اجتماعیشون به شما بخونه، همخوانی داشته باشه. ولذا این توصیاتی است که من دوست دارم به همه برادران و خواهران مسلمانم بگم، علل خصوص این که در حضور به اصطلاح جمع خانوادگی بیشتر رعایت بشه و سعی کنن اولویت به حضور بدن. استاد من تو تقریبا چند مدت قبل یک گروهی بود، گروه دینی بود، تو واتساپ درست شده بود، به حال در بینشون هم افرادی هم بودن که شخصیت‌های دینی بودن، ولی متاسفانه مشکلی که پیش اومد، نمیدونم شاید بگم بحث اختلاط نیست، ولی خب اینه که یعنی گروه چطوری بگم، افکار مختلفی داخل گروه بودن، متاسفانه به بحث و مشاجره و یعنی حرفای زشت، و در حالی که گروه به اسم گروه دینی بود. نمیدونم حالا چرا اینجوری شد دقیقا، ولی خب همین حالت احتمال داره در گروه های دیگه، حالا این گروه دینی بود این مشکلات پیش اومد، احتمال داره در گروه غیر دینی و اجتماعی و اینا خیلی به وفور باز دیده بشه و اونجا هم دیگه هیچ محدودیتی ندارن، یعنی هر چی از دهنشون در بیاد میتونن خیلی راحت به هم بگن و سوء استفاده هایی هم بشه. متاسفانه کاملا. خب استاد تقریبا 5 دقیقه به پایان برنامه مونده، اگر نکته خاصی مونده بفرمایید. من همین توصیات داشتم، استفاده درست با افرادی که باید اونجا ارتباط برقرار بشه ارتباط برقرار بشه، و سعی نکنیم که خدای ناکرده کسی بخواد از ما سوء استفاده بکنه. بله. خب من چند تا از کامنت ها رو بخونم. بله. اگر دوستای اتاق فرمان. خانم مونا نوشته فراتر از فاجعه است، یعنی اختلاط زنان و مردان متاسفانه قبح بسیاری از اعمال برامون ریخته و داره مثل بیماری مصری رواج پیدا میکنه. بعد من از اینجا بخونم. بیننده عزیزی استاد نوشتن مردم خودشان خوبی و بدیشان را میفهمن، به شما چه مربوط است این قضایا؟ خب ما مسئولیت تعهد فکری داریم نسبت به جامعه، ما داریم روشنگری میکنیم، فمن شاء فلیوم و من شاء فلیکفر. بله. ما شما رو برادر عزیز یا خواهر محترم مجبور نمیکنیم پذیرفتن رأیمون، ولی ما هم صاحب یک رأی هستیم، ما داریم فکرمون داریم میگیم، بخواهید بپذیر، نخواهید نپذیر. بله. آقا فاخرم نوشتن قبل از رشد فکری انسان این یک کار غریزی و حیوانی بود، اما دین خیلی مؤثر بود که حقیقت را روشن کرد. حالا انسان گرایش غریزی حیوانی دارد، کار خطرناک است، باید از اجتماع دور کرد. در فونت هم مثل این که ته دستدار ندارد، غلط املایی دارد اینشون نوشتن. اینم پیج روزنه، از دوستایی که دوست دارن میتونن به این پیج مراجعه کنن، پیج روزنه از دوستان میتونن به این صفحه مراجعه کنن و اگر سوالی داشتن سوال خودشون رو به صورت پیام خصوصی برای ما بفرستن. مطالب بسیار برحال قشنگ و خوبی دوستان میذارن، حتما به پیج سر بزنید و اگر سوالی براتون پیش اومد یا از طریق واتساپ شبکه
یا طریق فیس شبکه میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بحث فکر کنم کاملا به اتمام رسیده. چیزی که مد نظر ماست اینه که ما ممنون از استاد اتاق فرمان، بحث ما در مورد اختلاط در فضای مجازی بود، چیزی که مد نظر ما بود. ما نه مخالف حبس هستیم، این که به هر حال همه رو محدود کنیم، نه موافق اختلاط بی قید و بند هستیم، بلکه موافق رابطه‌ای هستیم که به هر حال در اون حریم و حد و حدود شرعی رعایت شده باشه. امیدوارم بحث امشب ما مورد پسند شما واقع شده باشه. هفته آینده بحثی که مد نظر ماست در مورد اعتماد به نفس، انشالله اون رو در فیسبوک و پیج شبکه جهانی نور و همچنین صفحه روزنه خواهیم گذاشت. شما میتونید نظرات خودتون رو بگید، تجربیات خودتون رو بگید، چیکار کنیم که اعتماد به نفسمون زیاد بشه، یا اگر اعتماد به نفسمون کمه چرا کم شده و چه کارهایی بکنیم که به هر حال بتونیم اعتماد به نفس خوبی در زندگی داشته باشیم. خب استاد مولایی عزیز، امیدوارم به هر حال شما هم زحمت کشید در استودیو تشریف آوردید. خیلی ممنون، متشکریم از شما. همچنین شما دوستای بیننده تا این لحظه پای گیرنده هاتون بودید. تا هفته آینده و موضوع دیگر، همه شما رو به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.